به دومین محور خوش آمدید. واشنگتن میگوید که ایالات متحده آمریکا از مخالفان و مصالح طالبان در افغانستان پشتیبانی نخواهد کرد. سخنگوی وزارت تاکید می‌ورزد که تمامی طرف‌ها در افغانستان باید راه تعامل را در پیش بگیرند. از سوی هم وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در خبرنامه‌ای از آنچه نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان می‌دانند ابراز نگرانی کرده است. در همین حال امارات اسلامی نقض حقوق بشری را در افغانستان رد می‌کند و می‌گوید که حقوق تمامی شهروندان کشور بر بنیاد شریعت اسلامی تأمین است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در یک گفتگو با روزنامه فارن دسک گفته است که آمریکا از هیچ گروه مسلح در افغانستان پشتیبانی نخواهد کرد و از تمامی طرفها خواسته است تا راه تعامل را در پیش بگیرد. ما از نزدیک گواه افزایش خشونت‌های اخیر هستیم و از تمامی طرفها می‌خواهیم که خشتنداری کرده و تعامل داشته باشند. این تنها راهی است که افغانستان می تواند با چالش های زیادی که در برابرش هستند مقابله کند. نماینده های کشورشان با نماینده های امارات اسلامی افغانستان در قطر دید و بازدید می نمایند. ما می خواهیم که هر دو طرف باید روابط دیپلماتیک خویش را خوبتر بسازد تا یک راه حل برای مسائل سیاسی کشور ما پیدا کردند. امریکا همیش با سیاست‌های متناقض، با سیاست‌های چندگونه در افغانستان عمل کرده. همزمان با این وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در خبرنامه‌ای از محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده است و بر پایان بیدرنگ این محدودیت‌ها تاکید ورزیده است. گرانی ها و قطعنامه ها همواره از سوی جامعه جهانی اعلام شده، اما هیچ تغییری روی مشکلات زنان افغان که محروم از حقوق ابتدایی خود هستند نداشته. اما حکومت سرپرست نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان را در کشور نمیپذیرد. امارت اسلامی زیر عنوان یک نظام اسلامی تمام حقوقی که دین مبین اسلام با افراد و با افراد جامعه امامیت متعهد است و حقوقشان تامین گردیده. این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل به تاریخ ابدی سرطان قطعنامه درباره حقوق زنان افغانستان به تصویب رساند و محدودیت‌های ایجاد شده از سوی طالبان را محکوم کرد. برای بحث بیشتر روی موضوع، آقای ولی فروزان، آگاه سیاسی روی خط اسکای و همچنان سلیمی کاکرد، استاد دانشگاه اینجا در استودیو با خود داریم. آقای سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. بحث را با شما آقای فروزان آغاز میکنم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که آمریکا از هیچ گروه مسلح در افغانستان پشتیبانی نخواهد کرد. این سخن چه پیام با خود دارد؟ سلام به شما آقای نبیل، سلام به بینندگان گرامی تلویزیون تولو نیوز و مهمان برنامه. خب امریکا از حدود 10 سال به این طرف به این نتیجه رسیده که افغانستان مشکل افغانستان رای حل نظامی نداره و با یک رای حل سیاسی باید اینا متوسل می شدن که در نهایتش دفتر قطر باز شد و بالاخره امو قرارداد امضا شد و ایالات متحده نیروهای خود خارج کرده از افغانستان. اگر اینا می فهمیدن که در افغانستان رای حل نظامی وجود داره باقی میماندن در اینجا و نظام جمهوری اسلامی افغانستان تقویه میکردن. در اواخر ما شما از منابع مختلف میشنویم، از منابع نظامی و بخشای دیگه حکومت قبلی که دیگه امریکا تمام قراردادی های خود کشیده بود، دیگه تا اصله کافی نبود برای از اینا، بمایی که ضرورت داشتن وجود نداشت و تمام مسائل به یک شکل در یک حالت که تمام اتکا بالای نیروهای آمریکایی میشد، از خصوصا از ورهوایی یا پشوایی در عمود یک وضعیت قرار دادن و رفتن. به می خاطر به می نتیجه گیری رسیده بودن در خط و حالا هم وقتی که پیام میتن، من فکر میکنم یک بخش ازی بر میگرده به ای که نیروهایی که علیه امارت اسلامی در جنگ‌های مسلحانه در اواخر شرکت داشتن در یک سال گذشته یا 11 ماه گذشته، اینا هم از خود کدام برای زندگی نشان ندادن که یک نیروی باشه که از دید امریکا ارزشی داشته باشه که بالای سرمایه گذاری کنه، روابط خود با طالبان خراب کنن، دیگه باز روابطشان تا عد تیره شوه که تیره و تار شوه که دیگه هیچ رای برگشت نداشته باشه و طالبان هم از دست بتن و این نیروها هم نتانن کدام موفقیت از خود داشته باشن. شاید اگه این نیروها میتونستن برای زندگی زیاد نشان میدن در جای دیگه قرار میداشتن. بخش دیگه ازی شاید بر بگرده با همین خبره که یک نوع یک پکت استراتژیکی بین
قطر و و و امارات اسلامی تحت بحث است که اگر امکان از او باشه که اینا وارد یک توافقنامه استراتژیک شوند و مبارزه علیه تروریسم یا مبارزه علیه داعش و گروه دیگی که در افغانستان فعال است که توقع میره از امارات اسلامی که علیه از اونا مبارزه کنن، جنگ کنن و او را نابود کنن تا ای که تهدید برای ایالات متحده امریکا و متحدینش نباشه، در بدل از او ممکن است طالبا ایر خواسته باشن که خب اینجا اینی گروه هست که علیه ما جنگ میکنه، شما هم یار کمک نکنید، در به یک نوع وارد یک تعامل ممکن است شده باشن که ما نیروهایی که علیه شما جنگ میکنه کمک نمیکنیم، به شرطی که شما این گروه هایی که مخالف در مجموع غرب و ایالات متحده امریکا و کشورهای ناتو و منطقه هستن اینا را هم شما نابود بسازین. تمامی مسائل میشه که ربط داشته باشه به یک دیگر. برمیگردم به شما آقای فروزان. آقای کاکر، از یک سو آمریکا میگوید که باید همه طرف ها برای تعامل با امارات اسلامی شوند و یا میان خودشان برای تعامل شوند. از سوی دیگر در این طرف امارات اسلامی است تعامل با آمریکا تا اندازه به نظر میرسه راضی نیست و همواره خواستار این شده که آمریکا باید وارد تعامل با امارات اسلامی شود. این چه نوع سیاستی است؟ چرا اول خود آمریکا وارد تعامل نمی شود که خواهار این است که طرف ها وارد تعامل باید شوند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و سلام بر میمونه گرامی و این شکل بر بیننده محترم. خب چند بس مهم است که باید ما مطرح بکنیم برای فهم این موضوع. اولی که آمریکایی ها در طول 20 سال در افغانستان با سیاست جنگ وارد شدن که به نحو افغانستان زیر استعمار یا گفته میتونیم حضور مستقیم آمریکا قرار داشت. اما سال 2021 به باور من یک تغییر بسیار کلی در سیاست خارجی آمریکا رقم خورد که آمریکایی ها توجه خود از افغانستان به طرف نقاط دیگه دنیا معطوف ساختن بله. که بیشتر قضیه اوکراین و قضیه ایندو پاسیفیک دو قضیه بسیار بزرگ است که بسته دستگاه دیپلماسی آمریکا فعلا متوجه این نقاط مهم دنیا هست. از طرف دیگه هم فکر میکنم که قضیه افغانستان پس از سال 2021 منحیث یک قضیه فراموش شده مبدل شده و اگر بالفرض شرایط فعلی آمریکا بیایه یک صفحه جدید جنگ را باز بکنه به معنی از این است که یک دستگاه دیگه را در داخل نهادهای داخلی خود برازی که قضیه جنگ افغانستان مدیریت شوه را باید باز بکنه، به معنی این که گویا افغانستان دیگه دوباره تاریخش تکرار شوه مثل سال 2001 واری بله. باید پول مصرف کنه، باید بیس دیجا باید فعال باشه، باید استخباراتش باید فعال باشه و شبکه های مختلف باید فعال باشه و به لحاظ لوجستیکی اینجا باید اکمالات صورت بگیره که در شرایط فعلی من فکر میکنم که یکی خو موضوع مصروفیت و مشغولیت آمریکا با روسیه و این شکل با چین به امریکا مجال از این نمیده که یک دردسر دیگر را به خود افغانستان باز بکنه. از طرف دیگر ما هم شاید از این هستیم که گفتمان سال هم در سال 2018 وقتی که آغاز شد یکی از گپای مهمی بود که ترند یا روند جهانی به یک مسیر دیگر در حرکت بود و افغانستان هم به نحو وارد این قضیه شد. ولی یک چیز فراموش نکنیم که امریکایی ها فعلا امارت اسلامی را در یک سیاست انزوا قرار داده اما گمانه ها به این زیاد میره که و ما از امو چراغای سبز که از طرف امریکایی ها داده میشه و نهادهای حقوق بشری و یا نهادهای اتاقای فکر که گزارشات تهیه میکنن و نیس کانسپت نوت به دولت پیشنهاد میکنن مثال گفتم میتونیم از رند و یا گروه بحران اینا همش نشاندهنده از این است که دولت امریکا را به نحوی وادار میسازند که وارد یک نوع تعامل سیاسی شوند ولی این تعامل منود به ایست که یک سلسله شرایط که فعلا دنیا بر اساس از او پیش میره و امریکا که خود منحیث سردمدار منحیث رئیس خانواده جهانی محسوب میکنه شرایط خود میخواد که به امارت به نحوی تفهیم کنه که با توجه به شرایط میشه که به امارت پیش رفت. شما میفهمین که همیشه از حقوق بشر، همیشه از حکومت فراگیر، همیشه از حقوق زن مسائل مطرح میشن. اینا همش جزء پکیجای هست، جزء شرایطی است که جهان از امارات میخواد که ما با شما تعامل میکنیم با حفظ چنین شرایطی که ما مطرح میکنیم و دنیا به او اساس پیش میره. پس به او اساس دنیا مشخصا دولت امریکا فعلا در صدد تعامل نزدیک با امارات اسلامی است و گفتم میتونیم که جز تعامل گزینه دیگه هم با امریکا نمانده چون اگر قرار باشه که بیایم
گزینه جنگ را اختیار بکنه یا حداقل گزینه انزوای عمیق اختیار بکنه، پس تاریخ 2001 پس تکرار خواهد شد. سیاست هایی که از سوی امارات اسلامی تا حال وجود داشته، فکر میکنید که آمریکا به این باورمندی رسیده که آنچه را که شروط خود میداند را امارات اسلامی خواهند پذیرفت و به عنوان یک حکومت با این حاکمیت تعامل خواهد کرد؟ من فکر میکنم که دیدگاهی که در جهان غرب وجود دارد تا دیدگاهی که در داخل صفوف امارات اسلامی یا مشخصا در سطح رهبری وجود دارد، دو دیدگاه متفاوت هم احساس میکنم. بله. مشخصا وقتی که موضوع غرب مطرح میشه، چون وقتی که ما غرب میگیم یا آمریکا میگیم یا جامعه جهانی میگیم، اونا از عینک خاص طرف افغانستان نگاه میکنن که زیاتر عینک ارزشی و فکری هست، مبتنی بر یک فکر اونا میخوان که تعامل بکنن و مبتنی بر یک نظم خاصی که دنیا به او اساس پیش میرن، میخواین که امارات هم وارد هم یک دهکده شوم. پس اما در اینجا نگاه ها مختلف هست. اینجا نگاه ها نگاه های سنتی هست، نگاه های اسلامی هست، نگاه هایی هست که یعنی سر تضاد داره با آنچه که غرب میخواه. پس در دراز مدت و فکر میکنم که شاید یک نوع تعامل صورت بگیره، اما در کوتاه مدت سر سازش بسیار کم است که صورت بگیره، و می خاطر است که جهان یک چیز میگه، امارات چیز دیگه میگه، پس یک نوع آشتی بین دو دیدگاه وجود نداره و این همش ناشی از مو فکر و ناشی از مو ارزشایی که ناشی از باورایی که دولت ها داره. مثلا امریکا زیاتر ارزشای دموکراتیک، ارزشای لیبرالیسم، ارزشایی که بیشتر جهان امروز که بر اساس سکولاریسم پیش میره، میخوان که عین یک دولت در افغانستان هم به نحو شکل بگیره که این هم با فکر دولت امارات اسلامی، هم با مردم افغانستان ای سر تضاد وجود داره. پس من فکر میکنم که در کوتاه مدت همچو یک تضاد وجود داره، اما در دراز مدت پلان امریکایی است که حداقل با داد و گرفتا تعامل که صورت میگیره، حداقل این معضل هم به یک شکل حل شود. برمیگردیم به شما آقای کوپر. آقای فروزان، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که ما امیدوار هستیم که بالاخره یک نظام سیاسی پایدار در افغانستان شکل بگیرد و حکومت فراگیر سیاسی. ولی این امیدواری در چه حد میان آمریکاییان وجود دارد؟ آیا با توجه به این 11 ماه حاکمیت کنونی و سیاست هایی که وجود داشته، این امیدواری در حد است که آمریکا دیگر گزینه جنگ را، گزینه تقابل را انتخاب نخواهد کرد؟ من فکر میکنم کسایی که وارد همین بحث ها در مذاکرات بین طالب ها و ایالات متحده امریکا بودن، از جمله آقای خلیلزاد و تیمشان، اینا به این نتیجه رسیده بودن که طالب ها تغییر کرده، طالب ها به این نتیجه رسیدن که ما تنها حکومت کردن نمیتونیم و جوانب دیگه دخیل در جنگ افغانستان، در قضیه افغانستان سیاسیون اینا هم باید در یک حکومت آینده شریک باشن. این نظریه وجود داشت و کسایی هستن که از بقایای از امو هستن که هنوز هم امو قسم فکر میکنن. در او وقت این نظریه به وجود آمده بده که ما ابزاره که با دست خود داریم ایسته که کمک های مالی را قطع میکنیم، اگر طالبا خواستای ما را انجام نتن در او صورت ما تحریم بالایشان وضع میکنیم. ایالات متحده امریکا فکر میکنه از طریق تحریم ها و از طریق ای که اگر طالبا کدام کار کنن که مطابق خواستای جامعه بین المللی باشد، در او صورت باز حکومتشان به رسمیت میشناسن، یا ای که کمک مالی میکنن، کمک های ملل متحد و از طریق های دیگه کمک های مستقیم بر افغانستان میکنن. من فکر میکنم ای به او برمیگرده. فکر میکنم هنوز هم کسایی هستن که اقسم نظریه در اوجه وجود داره که طالبا میتونن از طریق تشویق مالی اینا تغییر کنند. اما حقیقت است که در بین خود طالبا بخشای است که کسای است که در بیرون رفتن، در قطر بودن، اینا یک کم نظریه بازتر دارن و بسیار در دیپلماسی هم کارکشته شدن و زیاد کار کردن و میتونن که از طریق دیپلماسی توجه از این کشورها را جلب کنن، در نشستایشان شاید وعده های میتن. اما حقیقت است که هیچ کدام از اینا نشده. در نهایت ما و شما در مسئله نمودن مکتبا در دوی عمل دیدیم که تا آخرین لحظه هم اگه فکر میکرده که مکاتب باز میشه و متعلمین هم رفته بود و با یک فرمان که از قدار گفته میشه آمد، همه چیز برهم خورد. حقیقت موضوع است که قدرت به دست عظمی گروه های سیاسی که یا دیپلومات های طالبا اگر بگویم اینا
قدرت اجرایی ندارن و متاسفانه که امیا و ادوایی را که میتن برای ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی، اینا کسایی هستن که مستقیما با اونا در تماس هستن و این گفتارهایی که شما میشنوین از وزارت خارجه آمریکا شاید مطابق به همی وعده‌هایی که تیم دیپلمات‌های امارت اسلامی میته امیر انعکاس بده. درست آقای کاکر، آیا دو دستگی و یا هم دو تیمی در تعامل و روابط با جهان و بیش آمریکا وجود دارد در امارت اسلامی؟ آقای فروزان میگوید که بیشتر کسانی که در قطر بودند و در کشورهای دیگر سفر کردند در این چند سال اخیر، اینان وعده های به آمریکا میدهند و آمریکا هم بر اساس وعده های اینها نوع نگاه نسبت به امارات و سیاست هایش در افغانستان دارد. خب ببینین، آمریکا کشوری است که در دیپلماسی یعنی سالهای سال تجربه داره و امارات اسلامی در سال 2018 وقتی که وارد گفتمان سیاسی با آمریکایی‌ها شد، تیم که زیادتر تیم سیاسی بود بیشتر با آمریکایی‌ها در تفاهم بود و گفته میشد که پیام اصلی یا حداقل پیام واحد امارات اسلامی از آدرس همین تیم به آمریکایی‌ها داده میشه. بله، که در اون زمان هم یک نوع اجماع وجود داشت که گویا یک پیام واحد است. تضمیناتی که داده میشه، ما حتی در مسئله آتش بس مسئله را دیدیم که وقتی که تیم سیاسی در قطر بر امریکایی‌ها وعده ای را دادن که ما ببخشید که ما آتش بس می‌خوایم بکنیم، یا حداقل بر ما 3 روز همه افغانستان آتش بس بود. پس در اون زمان ما فکر می‌کنیم که یعنی پیام خود امارات اسلامی به طرف مقابل یعنی از آدرس سیاسی داده می‌شد، ولی یک چیز فراموش نکنیم که امارات اسلامی یک گروهی بگویم یا یک دولتی است که بیشتر بر اساس نظریات یا رأی یا مو دستور رهبر کلان یا رهبری که هیبت الله هست پیش میره و او تصمیم گیرنده آخری هست. بدون شک تاثیرگذار میتونه باشه در تمامی امورات، حتی در بخش سیاست خارجی و سیاست داخلی و در بخش اقتصاد هم مسائل. این چیزی است که ما شما در طول 11 ماه شاهدش بودیم، گپ واضح هست. اما اون چیزی که زیاد مهم است، جهان غرب فعلا باور می است که مشخصا آمریکایی ها گزینه تعامل به این خاطر در پیش گرفتن، چون یعنی گزینه اشغال، گزینه تقابل یا گزینه هر گونه براندازی نظام هم به لحاظ اقتصادی برایشان هزینه بسیار گزاف را میتونه که متحمل شه اونو از یاد رس. بله. از طرف دیگه بدیلی هم وجود نداره در شرایط فعلی که بله شما حداقل گفتید بالای که گروه دیگی سرمایه‌گذاری شده که در سطح رهبری نهایت ملاحب بطلا تصمیم گیرنده نهایی است. در سخنرانی نشست علما در کابل آقای هبت الله گفتند که اگر افغانستان مورد حمله اتمی هم قرار بگیرد، ایران از موضع‌ها و سخن‌ها و حرف‌های خود عقب نخواهند رفت، آنچه که در چارچوب شریعت اسلام مطرح می‌سازند. ولی با توجه به این سیاست‌هایی که تا حال وجود داشته در داخل افغانستان و ملاحظات آمریکا که وجود دارد که عملی نشده، تعهداتشان عملی نشده که آمریکایان میگند، فکر می‌کنید که به این طرف از سیاست امارات اسلامی آمریکا باورمند است که بنابر خواست و انتظارش حکومت فراگیری را شکل خواهد داد و یا هم آنچه که ارزش‌های جهانی شمرده می‌شود را رعایت خواهد کرد؟ ما فکر می‌کنیم که آمریکایی‌ها در یک حالت ناچاری قرار گرفتن، چون این طرف وقتی که همه چیز برشان پیشنهاد میشه با سه‌های مختلف از قبیل باز شدن مکاتب و رعایت حقوق بشر و حقوق زن یا حداقل حق کار، مسائلی که بیشتر در رسانه زمزمه میشه. بله. و در این طرف پاسخ منفی برش داده میشه. این نهایتا نشان میده که جهان غرب از حالت مایوسیت که فعلا احساس میکنه میخواد که به یک فرصت مبادله بکنم. بله. چون در یک چیزی که همیشه غرب بسیار زیاد پیش است، همیشه یعنی چالش ها را به فرصت ها مبادله میکنن، چون فعلا امارات اسلامی واقعا یک نوع میتونه که به یک چالش به جهان غرب مبدل شوه. شما به اساس گزارش که رند تهیه کرده، در این گزارش مشخص به دولت آمریکا پیشنهاد داده که اگر شما با امارات اسلامی تعامل نکنین، سیاست تقابل یا براندازی را پیش بگیرین، شما موفق نمیشین، منافع آمریکا اینجا تامین نمیشه، چون این مردمی هست که هم زندان دیده، هم روزای سخت دیده، هم یعنی اگر سیاست فشار شما پیش بگیرین که عموما دولت آمریکا همیشه وقتی که میخواد یک گروه را یا یک دولتی که ضعیف باشه، همیشه از سیاست استیک یا سیاست فشار استفاده میکنه. بله. اما پیشنهاد مستقیمی گزارشی است که این سیاست کارساز نیست. تنها گزینه تعامل،
گزینه نزدیک شدن، حتی پیشنهادی را کردن که شما باید اجازه بدین که سفارت در افغانستان باز شود که این جزء پکیج انگیجمنت یا تعامل است. پس ما فکر میکنیم که امریکا در حالت ناچاری خواستن که اجازه بدهند که سفارت باز شود. خب تا فعلا کدام زمزمی خاص در عرصه نیست، اما منحیث یک پکیج پیشنهادی به دولت امریکا پیشنهاد شده که اگر شما میخواین که تعامل داشته باشین باید از نزدیک از سوی امارات باید در افغانستان شما حضور داشته باشین، حضور دیپلماتیک تا بالای قضایا از نزدیک اشراف داشته باشین و با مقامات امارات اسلامی از نزدیک فیس تو فیس یا رو در رو باید تماس داشته باشین، چون آنچه که از قطر و تار مثال ما شاید از این هستیم که دیپلمات های امریکایی با نماینده های امارات اسلامی در قطر دید و بازدید می داشته باشند، اما او دید و بازدید از راه دور هست، تصمیم گیرنده هایی هست که در داخل افغانستان وجود داره. پس این پیشنهاد بود که از طرف این نهاد پیشنهاد شد. پس گفته می دونیم که دولت امریکا با توجه به وضعیت که فعلا در قضیه اوکراین و پاسیفیک مصروف است و قضیه افغانستان که هر پیشنهاد که امریکا میتاب به طرفش نقطه انتقاد وجود داره و رد میشه، پس در حالت قرار داره که باید اصطلاح وطنی که آب خود باید پف کرده پیش بره، اگر سیاست فشار و سیاست انزوا را دیگه هم تشدید کنه این به منافع امریکا میتونه که خطرساز باشه. ممنون از شما آقای فروزان. آقای کاکر گفتن پیشتر در سخنان پیشین خود که به نوع امریکا ناگزیر است که تعامل با امارات اسلامی بکند، ولی بنابر دو دستگی که شما در سیاست خارجی عنوان کردید و همچنین سیاست داخلی که امارات اسلامی دنبال می کند، آیا امریکا بالاخره به این باورمندی خواهد رسید که این دو دستگی هم واحد خواهد شد و به نوع تعامل در دراز مدت صورت خواهد گرفت و بالاخره روابط رسمی؟ بله آواز مرا دارین؟ آقای فروزان صدای مرا با خود دارید؟ بله صدای شما را دارم. در آخر جمله تان مکمل نشد، من هدف گرفتم. من پرسش را دوباره تکرار میکنم. آقای کاکر گفتند که پیشتر که آمریکا ناگزیر است که وارد تعامل با امارات اسلامی شود، ولی بنابر دو دستگی که شما عنوان کردید در سیاست های امارات اسلامی، آیا بالاخره آمریکا به این باورمندی خواهد رسید یا تعاملش به این گونه خواهد شد که بالاخره این سیاست های دو دسته همچنان واحد و همچنان بالاخره روابط رسمی شود با امارات اسلامی؟ نه خب امریکا بنا به منافع خود کار میکنه. منافع امریکا با وجودی که در گذشته چیزای دیگه میخواستن، در افغانستان یک نظام دموکراتیک میخواستن، نهادهای رکبالش کار کردن میخواستن او تقویه شد، اما او از او صفحه دیگه حال ما گذشتیم، او دوباره به عقب بر نمیگردن. در حالت فعلی واقعیت که در زمین وجود داره که اینجا امارات اسلامی حاکم است، عملا در این وقت منافع امریکا ایست که مخالفین امریکا که فعلا داعش و دیگه گروه های دیگه که گروه های جهادی که شعاری را دارن که در مجموع علیه غرب یا علیه اسرائیل یا مثلا یک تعداد شتا از هندوستان با اینا در یک نوع در یک جهاد قرار دادن و شعارشان همیسته که باید تمام از اینا را علیهشان باید جنگ شد و وسط از این گروه در مجموع که یکی از او داعش است، اگر طالبا بتانن مبارزه کنن علیه از اینا و اینا را سرکوب کنن در افغانستان را نگذارن که لانه های امن برای از این قسم گروه ها شود، در صورت ایالات متحده امریکا دیگه مشکل در افغانستان نداره و در حد تعامل ممکن است یک مدت، من فکر نمی کنم موضوع به رسمیت شناختن و باز نبودن سفارت به این زودی ها انجام بیافته، چرا هنوزم کسایی که در کابینه امارات اسلامی هستن یک تعداد از اینا در لیست سیای تروریسم هستن. من فکر نمی کنم که کشورها بتونن یک کشور را که اعضای کابینه‌اش در لیست تروریسم هستن اونا را به رسمیت بشناسن. مراحل مختلف خود شاید تای کنه و در نهایت آقای فروزان یک پرسش بنیادی اینجا مطرح می شود، هرچند که امارات اسلامی این طرف زمانی که کنش های اصلاح جامعه جهانی می شود اینجا واکنش این است که ما به تعهدات خود عمل می کنیم، کردیم و آنچه را که شما می گوید ما پوره کردیم با عنوان یک حکومت مشروعی که در افغانستان باید حکومت بکند، ولی یک نوع بی‌اعتمادی است، هنوز هم جامعه جهانی به ویژه آمریکا می گوید که نه چنین نیست، آنگونه که تعهد شده بود عمل نشده. این بی‌اعتمادی از کجا ناشی می شود؟ آیا این طرف به تعهداتش به گونه کامل عمل نکردند یا خوشبینی های وجود ندارد از آدرس این طرف امارات اسلامی در سیاست هایشان که آیا تغییر می کنند یا نمی کنند و یا هم مشکل دیگری وجود دارد؟
خب مطابق مائده‌ای که در دوحه امضا شد، مطابق با او باید از بطن امو مذاکرات یک نظام نو تشکیل می شده که در اونجا بقایای یک بخش نظام گذشته وجود می داشت. سیاسیونی که امروز فراری هستن اینا هم باید بخش از این نظام می بودن و طالبا هم در حدود ممکن است 50% یا بیشتر کمتر از او اتر یک نظام تشکیل می شد. در او صورت نهادها به جای خود تا یک حد می مان و امریکا هم می تانسته که بر جهان گفته که من اینی دستاورده دارم در افغانستان، جنگ ختم شد، امروز عملا یک حکومت در وجود تشکیل شده که تمام مردمش خود در او حکومت می بینن و در عین زمان مبارزه علیه تروریسم دوام داره. خود امی اردوی ملی یا هر اردویی که در وقت تشکیل می شده که اونا مبارزه میکنن، در او صورت یک دستاورد می داشت. اما طالبا او را عملی نکردن، توافقنامه را شکستاندن، اونا بالای شهر بزرگ عمله کردن در تمام افغانستان. خب وضعیت کابل کم متفاوت بود، اما در تمام افغانستان توسط نیروی جنگی خود این شهرها را گرفتن. ای بر امریکا یک در یک وضعیت خوب در جهان امریکا را قرار نداد، به یک حالت بسیار رسوایی برآمد. به او خاطر به اعتمادی وجود داره هنوزم. سپاس از شما آقای ولی فروزان، آگاه سیاسی، سلیم کاکر، استاد دانشگاه و بیننده های عزیز. این بود برنامه محور امشب. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و با امید آینده بهتر.